یالله سلام، خوبی؟ سلام بزرگ یوار، حالا چطوره؟ مخلص عزیز دلم آقا، یه بار جانم مادر مثلا پس پیش به شما بدونیم داستان چیه. شما راننده بودی که بعد از آقا وحید مرادی رو بعد از درگیری بردی دیگه، درسته؟ آفرین. با حسین گودرزی، درسته؟ مرحوم حسین بود بعد قصدم. آره خب چجوری ها شد؟ از آقا دوگو چجوری ها شد؟ این چی؟ از تو کوچه اومدم بیرون، منم اصلا مسافر پیاده کرده بودم، بعد چیز شد، بعد یارو گفت دربست، یه آقایی بود خوشجیب قد بلند کچل بود، خب بعد گفت دربست میگه، گفت آره گفت کرج، گفتم کرج ترافیک نمیاد، گفت آقا برو، نگو چقدر میگیری، گفتم کرج الان 70 تومن 80 تومن کرجش، خیلی ترافیکه، چون ساعت 8 بود، 8 دقیقه شب بود، سرغروب بود. بعد ایشون برگشت گفت اشکال نداره، کرایه رو خودش در آورد، داد تراول هم داد دوتا، بقیهش هم بهش دادم، گرفتش 20 تومن، سوار ماشین من شدی چی؟ ما رو افتادیم تو بلنگک، رفتیم چمران، از چمران رفتیم، به من گفت را رو بلدی خودت یا بگم کجا؟ گفتم نه بلدم، انداختم چمران، اتوبان هم متا غرب از شیخ فضل‌الله داشتیم میرفتیم، که بعد گفتش دیگه به سمت کرج ما داشتیم میرفتیم، صحبت بوده اینا، دوستاش تو را زنگ میزد به یه سری دوستاش، یه سری یا به این زنگ میزدن و فلان، و به یکی دوتا گفت بریم بیمارستان ببین چی شده، به یکی هم همین پسرا که آورده بودتش آرمان بود انگار اسمش، این که براش ماشین گرفت، پای ماشین من تو ولینگر، به اونم باز زنگ میزد، چون موقعی هم خدافزی گرفت، خدافز داشت، اسمش شما چی بود؟ اسمش هم انگار نمیدونست، آرمان بود که شمارش هم گرفت، یعنی پای ماشین، گفت حالا انشالله که چیزی نشه، ولی بعد زدیش، اینا هم بهش گفت اون پسره، شماره اینم گرفت و اونم از اون رفت بیمارستان طالقانی بلنجک. خب دیگه بند خدا رو بردیمش، خیلی ازش ترس داشتیم، توی هم وسطه رو گفت آقا اگه میترسی با اینجا با این ماشین بگیرم، فقط داشت پولی چی همرام نیست، میخوای تو اینجا برگردی مبلغ چیزی هم از اون مبلغ 20 تومن به من بده تا من تا کرج خودم برسونم. بعد دیگه اینو که گفت ترسم ریخت دیگه، بعد رسوندمش. یعنی آقا وحید مرادی گفتیم کجا میخواست بره قبل از کرج؟ گفتن ملار. ملار. آره. شما حس حالت چی بود در مجموع، چی جوری دیدی؟ خیلی یادم، ببین خیلی قیافش خطرناک بود، ولی خیلی مرد بود، لوتی منش بود، آدم یک دقیقه باش حرف میداد میفهمید این چه انسان بزرگیه. روشت. آره من واقعیت میدونیم به مردی بردنش اونجا برش داستان درست کردن دیگه. بله من بوی مشروب میداد، بعد بگم خورده بود، قیافش هم خطرناک بود، ترسیدم اول، ولی تا تو اتوبان هم نتهی میترسیدم، گفتم عجب اشتباهی کردم، خب ولی بعد دیدم پاش اصا داره، نمیتونه الان رانندگی کنه اگه بخواد ماشینم رو ببره یا چیزی بشه، ولی بعد که نشست گفت خودش فهمید که مثلا من ترسیدم، گفت آداش اگه چی دستش چقدر بدادین دوستمون؟ یه مقدارش به من بدی در حد 20 تومن، بقیهش هم واسه خودت، چون خودش 100 تومن کرایه داده بود، خب 20 در حد 20 تومنش به من بده، من اینجا ماشین میگیرم برم، شما هم زیاد ناراحت نباش، چیز نشو چیه اذیت نکنی خودتو، که بعد دیگه اینو گفتن دیگه نترسیدم و بردم، و دیگه همش هم هی تلفن زد به دوستاش بود، نادر بیابانی زنگ میزد، به یه دوست دیگه زنگ میزد که با چیز دوست بود، با حسین دوست بود، و با چند نفر دیگه کلا هی همش در خونه خودش هم زنگ زد لباس برام آماده کنین، دعوا کردم حالا میام خونه میگم، و خیلی از همین داستان ها بود. خدا رو شاد کنم، خدا رحمتشون، آدم خیلی مردی بود. من بعد از این که اون قضایی افتاد فهمیدم کی بوده ایشون، با اون روزم اومد سوار شد، پاش خیلی درد داشت، انگار پیاده اومده بود خیلی درد، پاش درد گرفت بود یک طرفش، نامرد هم همینجوری گرفتنش دیگه، باش با نامرد با همه اون کداتی که داشت، بازم یه تنه جلو یه گردان لاشی بایستاد. بله بله درست، همه علا سر جنازهش، تشی جنازهش، خیلی هم خیلی نمیشناختنش هم اومدن، من واسه چند تا دوستان تعریف کردم که بعد اینو تو اینترنت شناختن، اینا هم اومدن سر قبرش، باورتون میشه؟
یه روز سر قبر مادر بزرگ خودش نرفته ولی واسه سر قبر وعید رفت. بعد آدم مردی بود، جوان مرد بود، ضعیف کش نبود، میدونی؟ نامردی دورش کرده بودن تو اون خونه، نامردی دورش کرده بودن، اومده بودن کوچیکش بکنن، مستش بکنن، بهش فحش ناموسی بدن، ازش فیلم میگیرن، خوردش بکنن، شخصیتش خورد بکنن، جلو انظار، جلو عموم بذارن تو فضای مجازی. کار نامردی بود. بله، البته اون پسری که حمله شد اومد براش ماشین گرفت، از اون داشت تعریف میکرد چیز تو ماشین که زنگ زد یکی از دوستاش های بهروز میشناسین، از دوستاش بوده، با یه پسر بهروز صحبت میکرد، با اون بهروز صحبت میکرد، اون بهروز هم چیز با اون صحبت میکرد، گفت اینا هیچ کدوم کار نداشتن، مهموناش فقط اون خواهر داداش بود و برادرش که اونم شیشه مشروب برداشته بودن بم بزنن نزدن، بعد حسین برداشتن بردن چیه دکتر. اون برای برادرش مونده بود مالا حسین، اون که یکی زده بود رو دستش که اون از پلا فرار کرده بود. آره اون یاد کرده نفهمیده اسمش چیه؟ چی؟ کچله که بابا آقا وعید بود. خب همون اسمش آرمان بود. آرمان بود. آره چون این اسمشو نمیدونست خود وعید، تو ماشین نشست این کرهش حساب کرد، گفت داشت شماره چند رو گفتم میریم برو بیمارستان این چی شده، شماره شو هم اینجوری آمده شد، گفت داشت شماره بگو چنده، شماره شو گرفت زد تو گوشیش، بعدم که دیگه باقی کرهش رو گرفت از هم جدا شدن، انگار بیمارستان بیمارستان طالقانی برده بودنش تو بلینگرد، چون اون زنگ زد جلو وعید که کجا بردنش، گفت بیمارستان طالقانی همین چیزه ولنجه، گفته خونگیش زیاده، بعد اینا رو بعد واسه وعید تعریف کرد و ما رو افتادیم رفتیم. اینجوری بود. ممنونم آقا، ممنونم، نوکرتم، سلامت باشیم، زنده باشیم. آدم مردی بود، تا دید من ترسیده هم خودش از دلم در آورد. آخه شد. من همیشه هم روزای اول گفتم بودم تو تینت این مرد معصومیت و پاکی و زلالی وجود داره، سو استفاده کردن، نامردان سو استفاده کردن از این خوبیاش، از این دلپاکیاش سو استفاده کردن و اینو به فنا بردن. ایشالا ما اینا رو به فنا ببریم. آدم ضعیف کش و زورگوی نبود، هرچی که بود بدون ایشون ضعیف کش نبود. درسته. من توی برخور من یک ساعت این تو ماشین من بود اونجا فهمیدم این آدم خیلی آدم مردی بود. خداییش دید من ازش میترسم، گفتاش بیستی تو هم پول بدی من از اینجا میرم تا کرج، تو هم برو را دور نشه، دلهوره هم نداشته باشی دیگه. اینا که گفت ترسم ریخ تا آخر بردمش. خیرت قبول. داداش حالا یه سوال، شما چجوری منو پیدا کردی؟ همین تو این چیزا که فوش میدادم به سید آبی پوش و فلان، تو همین چیزای اینستا، بعد یکی دو تا از این چیز سنگ قبر و وعید دیدی اومدم لایکش کنم اونو دیدم، بعد یکی دو تا هم از همین کری خونیات واسه ها این هانی چیه کرده هانی کنم. آره اینجوری شد که گفتم تو طرفدار وعید هستی اومدم اینجا. همان تو گروه ها چیز کردن، تلگرام یا تو محلی یا بچه ها دارن یا گروه ها، سید آفی فوش میاد همه برای هم میفرستن تو ایران تهران، تو اینستا یا تلگرام؟ تلگرام، تو گروه های تلگرامی. عزیزی من مرسی، قربونت خدا، انشالله دعا کن برامون بریم آلمان یا یه جایی، ما هم از ایران دیگه بریم. انشالله هر کجا برات خیر باشه همونجا باشی، سلامت باشی. آلمان، ایران، هر کجا که برات خیر باشه، تن سالم داشته باشی، خودت، خانوادت آسایش داشته باشی، اونجا باشی، سلامت باشی. قربونت خدا، قربونت برم، یا علی مدد، موفق و معید باشی، شب شاد، خدا حافظ. سلام به عزای بزرگوارم، بانو غزل بزرگوار، خوش اومدی.